سرخط خبرها و مهمترین ها، فروش بیش از 6000 قیراط زمرد پنجشیر به ارزش بیش از 185000 دلار از سوی طالبان. طالبان 6 مقام دخیل در ربودن دختر 17 ساله در غور را برکنار کردند. قومگرایی افراطی پشتونی طالبان دیگر اقوام را به سوی داعش میراند و همچنان در پایان بالاخره گلبدین حکمتیار شنگش را به طالبان نشان داد. مشروع خبرها. اداره معدن و پترولیم طالبان در پنجشیر از افروش بیش از 6000 قیراط زمرد این ولایت به ارزش بیش از 185000 دلار آمریکایی خبر داده است. با گزارش اسپوتنیک، اداره معدن و پترولیم طالبان در پنجشیر اعلام کرد که در 15مین مزایده زمرد استخراج شده از معدن ولایت پنجشیر 6493 قیراط زمرد به ارزش 185100 دلار آمریکایی به فروش رسید. طبق اعلام اداره معدن و پترولیم طالبان در پنجشیر، این اداره در سال گذشته بیش از 50000 قیراط زمرد به ارزش بیش از 3,629,000 دلار را به فروش رسانده است. این اداره گفته که از 10 حق امتیاز فروش این مقدار زمرد 362,977 دلار درآمد داشته است. طالبان پس از تسلط بر افغانستان برای تامین نیازهای مالی خود بر سرمایه گذاری در استخراج معدن و سنگهای گرانبها به عنوان منبع درآمد پایدار تمرکز کرده است. طالبان 6 مقام دخیل در ربودن دختر 17 ساله در غور را برکنار کرد. منابع از اداره طالبان گفتند این گروه 6 مقام دخیل در ربودن یک دختر 17 ساله را برکنار کرده است. این منابع به شرط عدم افشای نامشان گفتند که این دختر به خانه خود بازگردانده شده و تحقیق درباره عاملان ربودن او ادامه دارد. منابع از ولایت غور میگویند که مقامات محلی طالبان دختر 17 ساله را در ولسوالی پسابند به زور از خانه‌اش برده بودند و به نکاح اجباری یکی از افراد خود درآورده بودند. دست کم 4 منبع جداگانه از غور تایید کردند که مقامات محلی طالبان در روستای نورک ولسوالی پسابند ولایت غور یک دختر را به زور با خود بردند. CNN قومگرایی افراطی پشتونی طالبان دیگر اقوام را به سوی داعش میراند. خبرگزاری CNN به نقل از مشاور ارشد پروژه مبارزه با افراطگرایی مستقر در نیویورک نوشت قومگرایی افراطی پشتونی طالبان به داعش خراسان کمک کرده از دیگر گروه‌های قومی افغانستان عضوگیری کند. ادمون فیتون براون گفته داعش خراسان میل توانایی رو به رشد برای حمله به خارج از افغانستان دارد. در گزارش CNN آمده با توجه به اخبار اوکراین، غزه و انتخابات بعدی ایالات متحده به نظر می رسید تهدید داعش در حال کاهش باشد. اما حمله به سالن کنسرت در مسکو نشان داد که خطر تروریسم اسلامگرا و جاه‌طلبی داعش خراسان بسیار فراتر از اردوگاه‌هایی است که این گروه در کوهستان‌های افغانستان دارد. طالبان واکنش نشان ندادند. آماج نیو در صفحه رسمی تویتر خود گزارش می‌دهد. پسر حکمتیار به وزیر عدلی طالبان: اگر قانون اساسی تان قرآن است، پس در کجای قرآن گفته شده که تو باید وزیر باشی؟ پسر حکمتیار نگاشته: اگر قرآن قانون اساسی باشد، در کجای آن ذکر شده که رئیس الوزراء باید 3 معاون داشته باشد، پایتخت کابل باشد و شما وزیران آن؟ این در حال است که وزیر عدلی طالبان گفته است که در افغانستان خلای قانون نداریم، قرآن و حدیث قانون اساسی ماست. وزیر عدلی طالبان انتقادها از نبود قانون اساسی در افغانستان را رد کرده است و گفت کتاب الله قرآن، حدیث رسول الله و فقه حنفی در مسائل اجتهاد قانون اساسی ماست. فرزند گلبدین حکمتیار حرفای وزیر طالبان درباره قانون اساسی را متناقض خواند. عبدالحکیم شریعی بارد انتقاد از خلای قوانین در حاکمیت طالبان گفت که پس از حاکمیت این گروه فرامین رهبر طالبان و قوانین مختلف در 5 جریده رسمی منتشر شده است. این اظهارات و اعتراض یکی از منتقدان جدید طالبان را برانگیخت که در هفته‌های اخیر به طور پیوسته اظهارات مقام‌ها و سخنگوی طالبان را به طور تند رد می‌کند. حبیب الرحمن حکمتیار فرزند گلبدین حکمتیار پس از اخراج پدرش از اقامتگاهش توسط وزیر عدلی طالبان در روزهای اخیر وارد مناقشه مجازی با مقامهای طالبان شده است. حبیب الرحمن حکمتیار در شبکه اکس نوشت که حکومت طالبان قانون اساسی ندارد و به اظهارات متناقض عبدالحکیم شرعی در این مورد اشاره کرده است. حکمتیار گفت که وزیر عدلی طالبان یک بار از اجرای قانون اساسی دوره محمد ظاهرشاه گفته بود و بار دیگر اظهار داشت که کار بر سر قانون اساسی جدید جریان دارد. فرزند گلبدین حکمتیار گفته که اظهارات عبدالحکیم شرعی درباره قرآن و حدیث به معنای نفی قانون اساسی در حاکمیت طالبان است.
فرزند حکمتیار همچنین با انتقاد از رفتار طالبان گفته که این رفتارها مسخره کردن اسلام است و جوانان را به سوی سکولاریسم میکشاند. جنگ غزه، واکنش احتمالی قائله به حمله احتمالی بر رفح. دولت دسترسی اسرائیل شهر رفح را آخرین تومه خود می‌داند که بیست قرد داده شود. این که رفح در رفای نسبی بماند برای دولت نتانیاهو پیروزی کامل به حساب نمی‌رود. دولت‌های غربی به ویژه ایالات متحده نیز از مدت به این سو بازای سعی می‌ورزند که از ارتش اسرائیل را از حمله گسترده زمینی بر رفح باز دارند، ولی کارگر نیافتاده است. نتانیاهو که حیات سیاسی خود را به ممانعات حماس گره زده، دانیل به هدف تعیین شده دوام جنگ کوتاه نخواهد آمد، حتی به بهای حمله بر رفح و مواجهه با خواست جهان. حمله بر رفح از دو منظر برای دنیا جای نگرانی دارد. اول اینکه رفح میزبان بیش از 1 میلیون آواره فلسطینی از سایر شهرهای شمالی، مرکزی و جنوبی غزه است. این منطقه که خود 280,000 ساکن دارد، حالا میزبان بیش از 1,400,000 آواره دیگر نیز شده که همه در پناهگاه‌های موقتی در وضع رقتبار به سر می‌برند. از این رو حمله زمینی وسیع بر شهر کوچک با جمعیت وسیع تبعات وسیع هم دارد. دوم، رابطه غزه با جهان بیرون فقط از طریق همین شهر تامین می شود که اختیار ورود و خروج از آن در اختیار مصر است. ارسال کمک های بشردوستانه به غزه فقط از طریق گذرگاه رفح ممکن است. همین تر بخش از بیماران، زخمی ها، گروگان ها و دو تابعته ها پس از شروع جنگ غزه نیست از طریق این گذرگاه به سایر کشورها انتقال یافتند. مصر در جهان عرب در مقایسه با دیگر بیشتر نگران حمله زمینی ارتش اسرائیل بر شهر رفح است، به این دلیل که مبادا جمعیت عظیم آن به صحرای سینا سرزیر شود، جایی که از 2013 به این سو به گونه پراگنده شاهد فعالیت رصدگرانه نیز بوده است. لذا به درخواست اسرائیل و متحدان غربی خود به ویژه آمریکا مبنی بر بازگشایی گذرگاه رفح و میزبانی از فلسطینی ها تا این دم قاطعانه پاسخ رد داده است. مصر از نایه اختلال در مسیر کشتیرانی در دریای سرخ توسط حوثی‌های یمن نیز آسیب دیده که بر پایه برخی گزارش‌ها درآمدش از کانال سوئز بر نصف کاهش یافته، چرا که شمار از شرکت‌های کشتیرانی مسیر خود را به سمت شاخ آفریقا تغییر داده است. جالب است که دولت فتح السیس از این نایه کمتر شکایت بر زبان رانده که این میتواند تعبیر به حمایت از فلسطینی ها شود، در حالی که بحرین به مسابقه کشور عربی که به پیمانه مصر وابستگی به دریای سرخ ندارد به ائتلاف نظامی برابری ایالات متحده پیوست و در حمله بر مواضع حوثی ها سهم گرفت، ولی قاهره نه. یک، چرا قاهره به مرگ فلسطینی ها رضایت میدهد ولی به میزبانی از آنها نه؟ یک، مصر میداند که اسرائیل قصد دارد باریکه غزه را به منطقه غیر قابل سکونت تبدیل کند تا فلسطینی ها حواس برگشت به آنجا را از سر بیرون کنند. در این صورت اگر ساکنان غزه از سمت جزیره سینا را باز کنند، در آنجا خواهد ماند و اجازه برگشت نخواهند یافت، چنانکه که فلسطینی هایی که در سالهای 1948 و 1967 به سایر کشورهای عرب به ویژه اردن پناه بردند هنوز اجازه بازگشت نیافتند.